روشن شدنش ممکن است ساعتی بعد زندگیت خاموش شود. خیلی راننده ها اصلا پیکنیک میذارن صبح دیگه بلند نمیشه. تعدادی از راننده های کامیونات دیدیم در میدان، در پارکینگ، در بیرون از شهر که از پیکنیک استفاده کردن باعث خفگی و کشته شدن اونها شده. رانندگان خودروهای سنگین هنگام خاموش بودن خودرو برای گرم کردن کابین خودروی خود و بسیاری از مردم برای گرم کردن چادرهای مسافرتی در هنگام سفر از وسایل گرمایشی نامناسب استفاده می‌کنند. ما مجبوریم الان از پیکنیک داریم استفاده می‌کنیم برای گرم کردن خودمون. کابین ماشین ما با پیکنیک گرم می‌کنیم. الان مشخصه دیگه یه پیکنیک گرمایشی داریم می‌کنیم که برای گرم کردن غذامون و چای درست کردنمونه. اگه سرد بشه جفت روشن می‌کنه. برای حل این مشکل، شرکتی دانش‌بنیان در پارک علم و فناوری فارس بخاری اختراع و تولید کرده که گرمای مورد نیاز کابین خودرو و چادرهای مسافرتی را تأمین می‌کند. می‌تونه تأمین گرما رو درون کابین داشته باشه بدون هیچ خطر گاز گرفتگی، بدون هیچ تولید گازهای مضر و حتی برای خودروهای سواری هم می‌تونه استفاده بشه. این بخاری که با برق 12 و 24 ولتی باتری خودرو فعال می‌شود، فضای 4 متر مربعی را تا 27 درجه سانتیگراد گرم می‌کند. فیوز ورودی برای محافظت داره و سیستم کنترل خروجی، در صورتی که ولتاژ خروجی و باتری کم بشه، دستگاه به صورت اتوماتیک قطع می‌کنه. از موقعی که آشنا شدم با این دستگاه و خریداری کردم، الحمدلله دیگه نه پتوی استفاده میکنم و نه احتیاجی به پیکنیکی هستش. دقیقاً 7 ساعت 8 ساعت هم به من جواب میده بدون اینکه باتری ماشین بخوابه. بخاری تابشی ساخته شده این شرکت دانش بنیان طرفداران بسیاری پیدا کرده است. متقاضیان زیاد از کشور همسایه و کشورهای سردسیر داشتیم و در حال برنامه ریزی برای صادرات این دستگاه به کشورهای دیگه هم هستیم. قیمت تمام شده این بخاری که به تولید انبوه رسیده حدود 200,000 تومان است و دارای خدمات پس از فروش است. این دستگاه در حالی که حدود 500 درجه سانتیگراد گرما تولید میکنه، اما بدنی دستگاه کاملا سرد و داغ نیست و در صورت استفاده در کابین خودرو و چادر از اتفاقاتی مثل آتش سوزی جلوگیری.